از نجوم این سخن نمیگویم، بلکه از کردگار میبینم. گرد آینه ضمیر جهان گرد و زنگ و غبار میبینم. یعنی بعد الان مثلا گرد و غبار اومده باشه، اومده خوزستان، اومده 11 تا شهر قد شد همین چیزشون. ماه را روسیاه میابم، مهر را دلفکار میبینم. یعنی باید خسوف بشه. امشب خسوف کل ایران به جز خوزستان که گرد و غبار آخر شب اونا میبینم. غارت و قتل و لشکر بسیار در میان و کنار میبینم. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوشبهار میبینم. شاه نعمت الله ولی، خوش آمدید به شب خیوان 52. اگر به ما حمله بشه واقعا چی میشه؟ خوش آمدید. هیچ کس نیگرو پایه ماه مذهب و دین ضعیف میابم، مقتد افتخار میبینم. سکه نو زنن بر رخ زر، درهمش کم عیار میبینم. دوستان عزیز هر قومی گشته غمخوار و خار میبینم. هر یک از حاکمان هفت اقلیم دیگری را دوچار میبینم. نسب و عزله با تکچی و ما هر یکی را دوبار میبینم. چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوشبهار میبینم. شب بخیر ایران 52. آغاز جنگ 1396، آیا جنگی در کار است؟ به هر حال در برنامه های قبل حتما اونایی که ریستارت رو گوش میکنن میدونن که دو اتفاق به صورت ساده پیشبینی ریستارت بده. اولیش اینه که همه مردم ایران زیر چتر فرماندهی ریستارت جمع میشن. در این صورت بسیار ساده با هوش و خرد مثل یک قلب تپنده، الان برید تو صفحات مجازی من ببینید، میبینید که یاران ریستارتی، من شاید 3-4 تا جمله هم بهشون تا حالا تو این مدت نگفتم تو این چند ماه، اما همه آنند یک قلب دارن عمل میکنن و ضربانشون رو میشه در صفحات مجازی دید و شنید. یا اینجوری میشه،
یا باید یه اتفاق دیگری بیفته دیگه، یعنی حالت دوم نشه، یعنی فتح مکه‌ای کشور گرفته نشه و شما زیر چتر نیاین، هنوز مسابقات و سریال در خارج و داخل ببینید و لبخند بزنید، واسه هم جوک بفرستید و این کارا رو انجام بدید، حالت دیگری به وجود میاد. در حالت دیگر این است که یا کودتا میشه. یعنی چی؟ یعنی یکی از جناها توسط یکی از ارتشی یا سپاهی یا جای کودتا میکنه، میزنه جناح دیگر رو لت و پار میکنه، خودش حکومت رو دستش میگیره، که اصولا وقتی همچین اتفاقی میفته میشیم کره شمالی دیگه. ما یه مرحله تا کره شمالی فاصله داریم. یعنی وقتی یک گروهی توسط سپاه و ارتش میزنه بقیه رو لت و پار میکنه و حکومت رو میگیره دستش، ما دقیقا کره شمالیم. یعنی دیگه همه چیز زیر مجموعه اونجاست، پیتزا حرام، پیژامه باید همه بپوشن، دخترها همه باید لخت بیان بیرون، هر قانونی که اون بریزه، یا روسری سرشون کنن، مردم هم باید همه روسری سرشون، هر قانونی اون میریزه دیگه، ارتش دیگه. پس یه کودتا اتفاق میفته. کودتا اگر اتفاق بیفته خیلی خطرش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه دیگر خودت هم نمیتونی خودت نجات بدی. حالت دوم اینه که مردم میرزن تو خیابون، تظاهرات میشه، که این بدترین حالته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصولا حکومت ها سرکوب میکنن، حکومت دیکتاتوری سرکوب میکنن. خیابون و بیابون و رفتن تو خیابون اینا لازمه اینه که حداقل 10% یک کشور سکولار باشه، یعنی حداقل 3 نفر بتونن تو ایران آزادانه حرف بزنن. وقتی که خودیا فقط حرف میزنن، این آخوندها تا قبل از پیرارسال هیچ کی حرف نمیزد، از پارسال که میدونن دیگه رژیم داره عوض میشه چون زمستان پنجمین رو میدونن، همه از تو نجوم و از همین به قول خودمون، و همین خاطر همه مهربون شدن، علکی با هم میگن آقا فشار نیاری، ربا پول بانک ها از این حرفا میزنن. اینا خودیا دارن میزنن. دلیلش اینه که من الان ایران نیستم. دلیلش کیش منم؟ همین که من نمیتونم حرف بزنم، یعنی دلیل دیگه. و خیلی های دیگه هم که الان تو زندانن و نمیتونن حرف بزنن. یه دفعه بهتون گفتم همین که یک حکومتی از حرف زدن یک آدم بترسه، نشونگر این که سران اون حکومت همه چیپن. ببین شما الان از ویز مگس تو خیابون میترسی؟ ناقص اینه. شما الان مثلا تو خونتون مثلا صدای قلقل سماور بر میترسی؟ ناقص اینه، نمیترسی. یک حکومت اگر منو مگس میدونه، ویز ویز مگس پشه و قلقل میدونه، چرا اینقدر میترسه؟ من شیر میدونه. میگه این بلنشه لهیم. نه حکومت، رسانه ها هم میدونن اینو، نه منو، ریستارتو میبینن و قدرتشو میدونن. پس یه حکومتی که شما میخوای بفهمی دیکتاتوری یا نه، ببین از حرف میترسه. اصلا مسخره ترین چیز در جهان اینه که من نشستم یه گوشه حرف میزنم. دو حالت داره، یا حرفام منطقی یا حرفام غیر منطقیه. اگه حرفام منطقیه خب مردم تکون میخورن، پس حکومت ظالمه، پس ظلمی توشه، پس من حرف منطقی دارم و حکومت حرف منطقی نداره. یا اینکه نه، من دارم چرت و پرت میگم که همه میفهمن، برای چی خفه کنیم بکشیم بزنیم؟ پس یک زندانی سیاسی نشانگر آن است که مسئولین اون نظام، هر نظامی در جهان، حتما کثافته. اصلا نمیتونه آدم خوبی باشن. چرا؟ چون حرف ترسی نداره که تو بزنی. اگر من اسلحه بردم بزنم بیخ گوشت، حق داری. حرف حرف. چرا الان شبکه ریستارت پخش نمیکنه؟ شبکه 3 ریستارت پخش نمیکنه. چرا هیچ هنرمندی از ریستارت حرف نمیزنه در داخل و خارج از کشور؟ چرا هیچ تلویزیونی در خارج از کشور ریستارت پخش نمیکنه؟ چرا تا آخرین لحظه‌ای که ما به قدرت میلیونی داریم میرسیم، تازگیار یواشاش پاچه‌خاری شروع داره میشه، که 3 ماه دیگه گفتم بهتون همه عاشق ما میشن، همه عاشق ریستارتیا میشن. الان چرا هیچ کی حرف نمیزنه؟ چون الان خطرناکه. این بازی رو باید تو بدونیم. پس دوباره میخوام برگردم ببینیم که چی میخوام بگیم. پس یا اینکه تظاهرات میشه که بدترین حالته، تظاهرات هیچ سودی نداشته، مگر اینکه تظاهرات توسط یک فرمانده میلیونی بشه. یعنی چی؟ یعنی ویو اون آدم باید میلیون باشه. مثلا اگر ریستارت فردا اعلام تظاهرات کرد، کاملا معلومه که چون میلیونیه ممکنه اتفاقی بیفته، ممکنه. ولی هر کی که 6000 تا آدم داره و 10000 تا آدم داره و 500 تا آدم داره و خودش و ننش و اینترنته با یه لپتاپ، چطوری میخواد فرمان بده؟ مگر اینکه میخواد که جنبش ها رو تخریب کنه،
مگر اینکه میخواد بگه که آقا همه رو خر کنه دوباره، مسخره کنه، بگه که آره بریم بریم دیدی نشد. نه، ما ریستارتیا یه بار بلند میشیم و یه بار بعدش راحت میشینیم. ما وقتی بلند میشیم بلند میشن و میفهمی قدرت، اون وقت اونجا متوجه میشی که شوخی نداره، ما 3 روز کار 4 روزه کلن اگه قرار باشه. پس جز ریستارت که میلیون میلیون شنونده داره، رهبر کاریزمای این برنامه ریستارت خود ریستارت، رهبری نداره، رهبر خرد جمعیه. همین رهبر که منم نماینده شما هم توش، این رهبر فقط میتونه بگه که بلند میشین یا بلند نشین. چرا؟ چون میلیون گوش میکنن میفهمن که چهارشنبه هفته دیگه باید چیکار کنن. بقیه دارن تخریبت میکنن، دارن مسخرت میکنن، یعنی دارن میگن تو یه آدم چیپی، تو ایرانی اینقدر چیپی که هنوز نمیفهمی که شنگر حسان برستو که 3 تا شنونده داره چطوری قیام ملی اعلام میکنه. این یعنی تو دوباره احمقی، من یعنی دوباره احمقم. 12 سال از حضور من در خارج از کشور گذشت و من و تو فهمیدیم علت عدم، حالا اینا چون ربط داره میگم، علت عدم حضور حسینی در بی بی سی چیه. شما قبلش اصلا بهش توجه نمیکردیم، گفتی آقا حسینی رفته بیرون دیگه، ولی شما بعدن فهمیدین، گفتی چرا شبکه‌ای که پول داره قدرت داره الان 2 میلیون دارن گوشش میکنن یا میبیننش، وقتی حسینی وارد چه خب میشه میلیونی. این شبکه باید بره پاهای حسینی رو ببوسه بیارش، باید برای اینکه خودش هم یک پخیشه تربیت چه گندشه، وقتی دوتا سیم میخوره به هم اینطوری میلیون میلیون اولی شد، امروز 1,100,000 تا دانلود در تلگرام فقط، بلکن بابا تو اپ که ما نشون دادیم کجاییم. اینو قدرت ریستارتیات حسینی رو ولش کن، کشکی قدرت ریستارت رو ببین چیه. اولی شد 1 میلیون، دومی هم شد 1 میلیون، اولی 1 ساعت، دومی 1 میلیون. اگر ما فاصله 40,000 تا دانلود رو بذاریم کنار، 32 تا 1 میلیونی داریم. 32 تا برنامه ما 1 میلیون دانلود شده آجی. پس این معلومه. پس چرا حسینی اون تو نیست؟ حالا فهمیدی. ببین 12 سال طول کشید که من و تو بفهمیم که آقا بی بی سی مشکلش با ریستارته. بی بی سی میگه ما باید پول خرج کنیم حسینی نیاد رو آنتنا، چون بیاد میریزه همه رو به هم. پس 12 سال تمام گروه ها تلاش کردن که برنامه ریستارت پخش نشه. حالا دارن چیکار میکنن؟ عاشقتم. حالا باید ببینیم. ببین اون موقع تو سکوت کردی که یه رفعه من گفتم که پشت منو خالی کنید میذارم میرم و تموم میشه. الحمدلله توی این مدت دیدم واقعا اومدید، واقعا واقعا دارید دفاع میکنید، ولی داره دوباره همچین اتفاق میفته. ببین تنها اپوزیسیونی هستیم ما که میلیونیم، 2 تا اپوزیسیون و 20 تا دیگه آدم دونه ای، 2 تا گروه اپوزیسیون و 20 تا 30 تا آدم تک نفر و 5 نفر و 10 نفر هستن که آدمای خوبی هستن خارج از کشور. الان تو دیگه اگه عقلت سلیم باشه 1 ثانیه فکر کنی، متوجه میشه که اگر رئیس جمهور فرانسه با اپوزیسیونی جلسه بخواد بذاره، ما حتما تو 1 و 2 شیم. اگر رئیس جمهور فرانسه با 1 اپوزیسیونی جلسه گذاشت اسم ریستارتیا و حسینی توش نبود، یعنی دوباره دارم من تو رو خر میگنم. مگه میشه 1 اپوزیسیون میلیونی رو نگاه نکرد؟ مگر میشه مطالبات 1 گروه 20 میلیونی رو بهش توجه نکرد؟ نه، اونا دنبال یه اپوزیسیون 6,000 نفره هستن که بعد بیارن بکنن رئیس تو در ایران دوباره همون آش همون قاسه. شب بخیران داره خطرناک میشه شنونده محترم. هر جا ناراحت شدید به من بگید میذارم میرم. اگر الان حرفامو نزنیم و به هم نفهمیم موضوع چیه، خیلی اتفاقات بدتری خواهد افتاد. پس شب بخیر ایران از قسمت 50 از 40 خط قرمز من شروع کردم، همین دونه دونه رفتم، دونه دونه گفتم بهتون به 1 میلیون دانلود برسیم. شب بخیر ایران رو شروع میکنم که قبل شروع کرده بودم. حالا بین 3-4-5 میلیون دانلود هم برسیم دیگه طرح رژیم رو، تغییر رژیم رو خواهیم گفت که ببینیم چه جوریه. پس الان یادت باشه چرا حسینی در بی بی سی نیست؟ به همون دلیلی که اگر در آینده اپوزیسیون ریستارت در روی میز ریاست جمهوری‌های جهان نباشه. چرا؟ چون اونا میدونن که ما چندین هزار برابر گروه های دیگه ممکنه باشیم.
چرا تو 25 میلیون رو میخوان ندیده بگیرن؟ برای این که دنبال اینن که جاسوس بفتن. یارو یه میلیارد دلار انگلستان هزینه کرده، یک میلیارد دلار فقط خرج این بی بی سی و گروهاشه که یک اپوزیسیون بتپونه به تو، وقتی یه حسینی بیاد با تو سیم دو تا سیم وصل کنه به هم، سیستم رو بریزه به هم و بعد یک میلیارد دلار ضرر کنه. خب مگه احمق انگلیس؟ پس تا آخرین قطره خونش دنبال کشتن منه که خر خودشه کوچولوتر از این حرف هاست، یا این که بخواد تو رو گول بزنه و من تو رو گول بزنه. خیلی باید هوشیار باشیم. امروز هم میخوام این برنامه آغاز جنگ 1396 برنامه که ممکنه یک دو قسمت طول بکشه و نتیجه بگیریم. خب پس حالت اول که تو ریستارت گفتیم، حالت دوم یا کودتا میشه یا تظاهرات میشه یا جنگ میشه. جنگ چه اتفاقی میفته؟ جنگ ایران همانند جنگ داخل عراق میشه؟ نه، جنگ ایران عین صدام حسین ممکنه 6 روزه بشه؟ بله. تو این 6 روز چه اتفاقی قراره بیفته؟ کلمه کمدی بزرگی در پشت فکر سیاستمدارای جهان هست که این کلمه کمدی قراره که دوباره پدر مناتو رو در بیاره. اون کلمه اسمش چیه؟ رفراندوم. بزرگترین اتفاقی که تو اصلا بهش توجه نمی کنی. میریم برمیگردیم به گذشته ببینیم. خمینی گفت شاه بره بعد مردم انتخاب کنن چی میشه؟ خب مردم چی انتخاب کرده؟ همینی که الان میبینی. عراق جنگ شد، حکومت و آمریکا تحویل عراقی ها داد، بعد رفراندوم شد، قانون اساسی شد. این شد عراقی که الان میبینی. رفراندوم یعنی این که من الان گربه‌ایم که دستم به گوشت نمیرسه، زمانی که دستم به گوشت قدرت حکومت رسید حالا قانون اساسی درست میکنیم. خب کدوم احمقی که من فردا صبح برسم تهران قدرت تو دستم باشه قطعا قانون اساسی رو اول به نفع ننم درست میکنم که بابام نتونه جایی بره. قانون اساسی راجع به ننم اول مینویسم، بعد اینکه چجوری من نتونی بکشی، بعد چجوری بتونم پولا رو بگیرم. احتیاج به یار دارم. یارا چی میشه؟ یواش یواش شروع کنم یار بازی کردن. خب پس باید چی کار کنیم؟ باید قبل از این که رژیم حکومتش عوض بشه قانون اساسی حکومت آینده، شکل حکومت آینده به بحث گذاشته بشود. این جمله تاریخی که من دارم الان میگم، اگر قبل از این که رژیم عوض بشه اپوزیسیونی وجود داره یا اپوزیسیونی های وجود دارن که شکل جدیدی از حکومت دارن، الان باید اینو برای مردم توضیح بدن، چون مردم نمیفهمیدن اون موقع که جمهوری اسلامی فرق میکنه با جمهوری. نفهمیدن چرا یک آدم دلسوز اگر 5 تا هم دلسوز بودن برای چی بازرگان درگیر شد؟ هنوز نفهمیدن چرا، برای چی غر کرد، نخست وزیری ول کرد و استعفا داد، برای چی بنی صدر رفت بیرون. اینا این چیزی که شما نمیدونید. پس رفراندوم یعنی چی؟ یعنی حکومت میپاشه، ما میایم و به رأی میذاریم. چی رو؟ حکومت رو. تفصیل و تفسیر حکومت حداقل 5 ماه طول میکشه ما توضیح بدیم حکومت یعنی چی. اونجا که دیگه خر تو خره که ما نمیتونیم حرف بزنیم که. الان ما میخوام بپرسیم آقا پروپوزال دارین؟ مدرکی دارین؟ چیزی دارین؟ الان به مردم باید توضیح بدیم که آقا آینده کشور میخوایم پادشاهی پارلمانی شه؟ الان مگه حزب چین الان چیه؟ دموکرات آزاد خیر. روسیه مگه چیه؟ آزاد دموکرات عشق سکولار توش. الان افغانستان سکولاره، عراق سکولاره، ترکیه سکولاره، همه خودشون رو سکولار میدونن. الان همه 55 میلیون اثر انگشت سکولار ما داریم. میریم سراغ عراق، میبینیم که چه کار شده. میبینیم که در عراق الان عراق تجزیه شده. به چی تجزیه شده؟ معارضان سوری اون طرف توشن، یعنی تو حساب کن دشمنای بشار اسد تو عراق هستند.
اینا کجا از هوا فکر می‌کنی دارن سوراخ وا کردن از اونجا میزنن؟ اینا توی یه خاکی نشستن دارن جنگ و جدل میکنن دیگه. پس یه قسمت عراق الان دست سوریه است. یه قسمت عراق دست دولت عراقه. یه قسمتش دست داعشه. یه قسمتش دست جبهه نصرته. یه قسمتش دست کردهای سوریه است. یه قسمتش دست کردهای عراقه. یه قسمتش اصلا اون وسط وله. یعنی خودش هم 7 قسمت شد. خب جنگ چه اتفاق میفته؟ حالا فرض کنید جنگ اتفاق بیفته چی میشه به نظر شما؟ اولا که الان حکومت‌های جهان کاراشونو کردن. ببین ابتدایی که ایران جنگ بشه، اگر شما زیر چتر ریستارت قرار نداشته باشین و یک خرد جمعی، یعنی چند تا اپوزیسیون خارج از کشور که توی این چتر قرار میگیرن، اینها قانون اساسی رو میدن بیرون، اینها فکر میدن، ایده بهت میگن کی بشین کی پاشو، اگر این گروه و گروه بچهای ریستارت که خیلی هم جوان و باهوشن، اگر زیر این چتر نباشی چه اتفاقی میفته؟ امروز که به ایران حمله بشه 4 روزه رژیم عوض، اولا ایران واقعا 4 روزه عوض میشه. یعنی یه پخ کنن نشونگرش اینه که آقای اوباما 2800-900 تا به گفته خدای ترامپ 2700-800 تا ویزا به پسران مسئولین نظام داده. پس این نشون میده اینا فرار کرده بوده این ور دیگه، نه خونه‌ای تو بیولیز خریدن که فکت میاد پایین، 5 میلیون دلار و 6 میلیون دلار و 10 میلیون دلار و 100 میلیون دلار، نه کجا اومده این ویزا ها دادن نشون میده دارن فرار میکنن. دو تا بمب میندازن تو خوزستان جنگ که تموم بشه، یعنی حکومت که از بین بره، دو تا بمب میندازن تو خوزستان جنگ میندازن بین خوزستان و اهواز، اهواز و اندیمشک، جنگ بین شیعه و سنی شروع میشه، کردها جنگشون دوباره شروع میشه، دو تا بمب میندازن تو آذربایجان شروع میشه. تا تو بخوای من و تو بخوایم که سرمون رو بخارونیم کشور تجزیه شده رفته. چرا این اتفاق میفته؟ برای این اتفاق میفته که گروه های دیگه هم مشخصا دارن این کار رو میکنن. حالا روبرومون دو تا چیز داریم. نمبر وان، اگر اتفاقی در ایران نیفته، حکومت ما میشه حکومت کره شمالی، دیگر عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دولت، آدمای چیپ و آدمهای احمق به قدرت میرسن، میگن پیتزا تو لب ننه حرامه، بابا اشکال نداره، بعد همه هر کی حرام میخوره پیتزا تو لبشه میزننش. دو، جنگ میشه، یه اتفاق میفته، بعد چی میشه؟ این اتفاق جنگ که بیفته احتمال خطر تجزیه هست 15%. کدوم بهتره؟ جنگ. چرا؟ چون اونجا حکومت دست یک نفر و یک گروه میفته و دیگر هیچ وقت نمیشه ازشون گرفت. ولی اینجا حداقل 85% شانس این که ما به یک فکر درست برسیم و آزادی درست برسیم هست. همین بلا رو سر عراق آوردن. یعنی انتخابات مجلس تا اومد درست بشه، یهو دیدیم که تشکیل دولت که شروع شد، یهو دیدیم که از این طرف گروه های متفاوت سیاسی و مذهبی شروع کردن بمباران کردن. اینا پولشون از کجا میارن؟ از کشورها دارن میارن. و القاعده درست شد یهو. تو نگاه کن چیزهایی درست شد که بعدن 2011 زدن. اولا یادت باشه مهر ماه بوی جنگ که میگن داره میاد، یعنی این ببین مهر ماه تصمیم گرفت که آمریکا عراق رو عوض کنه. مهر و آبان، آبان سازمان ملل اوکی کرد، تموم شد. فروردین، یه شب مونده فروردین، عراق بودن. یعنی تو 3-4 ماه، یعنی الان که بهمن شروع شده جنگ، بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهش خرداد تو تهرانن. یعنی این اتفاق داره میفته. لای این، حالا فرض کن آمریکا بخواد به ما کمک کنه، نمیتونه کمک کنه. حالا فرض کن مثلا آمریکا بخواد به ما کمک کنه، نمیتونه کمک کنه. چرا؟ چون از اون طرف کردا رو علم میکنه انگلیس، از اون طرف مثلا آذربایجان رو علم میکنه انگلیس، از اون طرف سیستان رو علم میکنه روسا. مگه ندیدید؟ مگه تو زمان قبل ندیدید؟ مگه 500 تا زمان ندیدید؟ چه وقتی تجزیه اتفاق نمیفته؟ زمانی که اپوزیسیون های خارج از کشور متحد فرماندهی رو بگیرن دستشون، یک، شکل آینده حکومت رو اعلام کنن، دو، مردم رو ترغیب کنن که زیر این چتره قرار بگیرن، سه،
قانون اساسی رو توضیح بدن، یعنی حتی یک جمله بسیار کوچک، اعدام داریم در آینده؟ نداریم. اصلا تعریف سکولاریسم رو باید توضیح بدن که وقتی حسینی میگه هیچ حزبی سکولار نیست، یعنی چون طرفداری یه حزبی با حزبای دیگه درگیری، پس نمیتونی سکولار بشی. این 5 تا 4 تا حزب آینده کیان؟ آیا میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی و اصلاح طلبها در آینده حزبی دارن؟ آیا این اصولگراها حزبی دارن؟ آیا رضا پهلوی حزبی دارد؟ آیا در آینده ایران در فضای به وجود آمدن بعدی تکلیف مسیحی و یهودیه چی می شود؟ هزاران هزار سوالی که مردم میخوان بپرسن، سوالا رو باید جواب بدین روبرو حسینی، روبروی نماینده رسمی ارتش 23 میلیونی ریستارت باید بشینی پاسخ بدی. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که ما میگیم دعوای ما با تمام اپوزیسیون‌ها تو این 39 سال، چرا اپوزیسیون‌ها موفق نشدن؟ یک، چون آمریکا میدونه اپوزیسیون‌ها کدومشون مال انگلیسن و انگلیس میدونه کدوم از این گروه ها مال آمریکان و هر دو میدونن کدوم از این اپوزیسیون‌ها مال فرانسه ان. اینا چون همدیگر رو میشناسن به همین خاطر نتیجه گیری نمیشه کرد. اپوزیسیون میلیونی یعنی اینکه الان ریستارت و ادیان همه دارن گوش میکنن، این میشه اپوزیسیون، مشخصه. این نگرش سکولارش معلومه. یک بار دوباره کوتاه، پس برای این که اگر جنگ بشه یا کودتا بشه یا هر اتفاقی بیفته ایران تجزیه نشه و ما کشور سکولار بهش برسیم و موفق توش بشیم، لازمش اینه که در خارج از کشور گروهی شکل آینده حکومت رو بگن، دو، قانون اساسی رو بریزن، سه، قانون اساسی رو برای تو شنونده بیننده در کل ایران بگن، چهار، وقتی رسیدیم ایران اون وقت همه قانون اساسی رو میدونید، میدونید به چی باید بگید آری یا نه. یا جمهوری اسلامی مضاف و مضاف الیه نمیاد خودشو به عنوان صفت موصوف بتپونه به من و تو. جز این بلایی سرت میاد که بفهمی، بلایی میاد که متوجهشی با کی طرفی. جز این مطمئن باش یه هر یه سارت قد میشه، این برنامه قد میشه، یعنی بلا براتون نازل شده. امشب اگر من فردا یه سارت سرم درد گرفت نرفتم، شما اصلا نباید به من زنگ بزنید تو صفحات مجازی من بیاین سوال کنین آقا برنامه چرا نرفت. شما ابتدا به ساکین باید حمله کنید به بی بی سی، وایس آف امریکا، زیر صفحه مجازی ترامپ، به همه آقا موی از سر این کم بشه با ما طرفید. با 20 میلیون 30 میلیون بالاش می‌نویسی ریستارت سید محمد حسینی، حرفاتو می‌زنی پوشاد، خالی از این کم بشه با ما طرفید. چرا؟ برای اینکه اونا بگن اوه این کیه، 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 بعد حالا مجبورم میام به تو پاسخ بدن. پس خمینی چی گفت؟ گفت شاه برود لاکن ما میاییم و رفراندوم می‌ذاریم. بعد رفراندوم گذاشتن. رفراندوم چی بود؟ 2 تا بمب‌گذاری، 6 نفر رو هوا کشته. بعد گفتن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. بعد تو نفهمیدی جمهوری اسلامی است؟ اگر است میشینه تو این جمله یعنی صفت و موصوفه، اگر نمیشینه یعنی مضاف و مضاف الیه، یعنی ترتیب همه داده است. آیا جمهوری اسلامی هست واقعا؟ جمهوری تعریف داره، سکولاریسم تعریف داره. مگه شما میتونی که توی کشوری که اسلامیه، یعنی مسیحی دهن سرویسه، اون دفعه گفتم کشور اسلامی یعنی تصوف دهن سرویسه، که الان من نامه عرضم حضور شما که ترامپ هم به انگلیسی نوشتم که کسی میخواد بره تو صفحات مجازی بذاره واسه اینا تبلیغ میکنه، چون خیلی از ریستارتیا خواستن گذاشتم اونجا، الان 300,000 نفرم دیدن فکر میکنم نامه اولی فارسی شو، 300,000 نفر تو این 3-4 روز دیدن، خیلی رقم بالاست. 300-400,000 تا اینا فرستادن، اینا من کاری ندارم، برو رو 2-3 میلیونه، ولی عددی که داره نشون میده بابتش، چون تو دانلود های مثلا یک صدا نمیشه دیگه کلک زد،
ولی میشه مثلا یا 20,000 نفر به تلگرام اضافه کنه جمهوری اسلامی، میتونه به اینستاگرام اضافه کنه، ولی دانلود رو هیچ وقت اولا احمق نیست اینقدر که یه دونه دانلود اضافه بشه جمهوری اسلامی سکته میکنه بیشتر. و به همین خاطر خیلی مهمه نکته که باید بدونید. پس از عراق یاد گرفتیم که دیدیم به چند قسمت تجزیه شد و علتش این بود که همه منتظر بودن صدام برود و بعد حکومت رو اعلام کنن چه شکلیه، یعنی رفراندوم بعد از رفتن صدام، و برنامه‌ای وجود نداشته که مردم عراق رو روشن کنه که آقا اون آقای سیستانی الان اونجا نشسته از کجا پول داره میاره میخوره، شغل ایشون، شغل شریف ایشون چیه، شما چرا تجربه نمی کنید از ملت ایران، تجربه چرا عبرت نمی گیری، حالا باید دهنت سرویس چه عبرت بگیری، حالا من و تو هم باید از این عراق عبرت بگیریم. عبرتش چیه؟ عبرتش که اگر قرار بشه جنگ سه روزه‌ای بشه، اهداف ایران زده بشه و اتفاقی برای مردم نیفته، بعدم نیست. چرا بعد سه روزه عوض؟ اصلا کل جمهوری اسلامی سه روزه، من میگم چهار روز با شبش حساب میکنم. میگن چیه سه روز و چهار شب دیگه هتل میگیری، سه روز و چهار شب اینا هستن اونجا. اگر شما از همین الان آماده باشین تکلیف معلومه، یعنی اون کرد، اون لور، اون بلوچ، اون سیستان باید بدونن ایران مال اوناست، مال همه است. اینو باید از همین الان شروع کنیم و انجام بدیم. پس ما از عراق باید عبرت بگیریم. الان ترکیه رفتن سال 57، عبرتشون 27 سال دیگه، 25 سال، حتی 3 4 5 سال دیگه میفهمن، حالا بمب‌گذاری‌ها و کشتارها و قتل‌ها و آویزون کردن‌ها و میفهمن. بعد وقتی یهو یه شب اولین دختری که یقش بیرونه با چاقو زدن، گفتن نیروهای خدا امدادهای غیبی خداوند یاران امام زمان دارن این کارو میکنن، یواشش میفهمن. اونا هم عبرت نگرفتن، من و تو باید عبرت بگیریم. پس نتیجه کلی رو توی این قسمت بگیریم. اگر جنگی بشه، پس سه حالت بعدی وجود داره. در حالت اول ریستارت اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، چون همه با خرد جمعی بلدیم چیکار کنیم و حکومت رو نگه می‌داریم، عوض می‌کنیم و حکومت جدید رو تعیین می‌کنیم. نظر ما حکومت تصوف و تکلیفش هم معلومه، عطار و سعدی و حافظ و مولوی و ایناست. و نظر من هم تنها نیست، الان 20 میلیون ایرانی داره این حرفو میزنه و ما به حال اپوزیسیون گنده‌ای هستیم. اما قبلش باید حکومت رو ببینیم شکلش چیه. هر کی شکلی داره تشریف بیاره، هر کسی میخواد حرفی داریم بزنیم، بیایم بزنیم ببینیم که ما ابتدا رفراندوم کنیم بهتره یا بعدش. رفراندوم مهم نیست، رأی مردم مهمه، که مردم ببینن شکل حکومت رو، پادشاهی پارلمانی جمهوری. مردم نمیدونه از این یعنی چی، بعد مردم میرسیم اونجا میگن جمهوری قنقوری، همه میگن جمهوری قنقوری، تنباره تنباره، این سرم و این بدنم، این عضلات گردنم، و نابود میشیم. عبرت بگیریم. اگر جنگ شد باید ببینیم میخوایم چیکار کنیم بعدش، نتیجه حرفام این بود. پس سه تا گزینه رو باید چک کنیم. ابتدا بسان که با توسط ریاست رژیم عوض میکنم، خیلی ساده و ایزی تموم میشه. حالت دوم، یه عده‌ای نمیخوان این کارو بکنن، دنبال سریالن، دنبال بوس کنن، همو بوس بوس بو تولدت ما با هپی برد دوست دارن، بگن تو شب هپی برد، این دنبال زن اون، اون دنبال ننه اون، اون دنبال خواهر اون، بازی سریال بخن. حالا 30 سال خندیدی، این 6 ماه رو نخند که بعد خندت جمع میشه. آره بعد خندت قشنگ دهنت جمع میشه، خندت جمع میشه، آب دهنت خوش میشه. چرا؟ چون اون موقع داشتن دختر همسایه بغلی رو میبردن برای تجاوز، تو سکوت کردی، الان دخترتو میبرن. وقتی که سکوت آب دهن، بعد میگی هلپ می، هلپ می، و همه مسخرهت میکنن، چون دیگه تو اون موقعی اون یارو میگفت هلپ می مسخرهش میکردی. داشتی سریال نگاه میکردی، زدی مسابقات تو فلان شبکه که حسینی توش نیست، یعنی سکولار نیست، یعنی پول داره میگیره برای اینکه جای استفاده کنه، اپوزیسیون میخواد بشه با بتپانند. اصلا اون شبکه‌هاس اگر نباید حسینی توش باشه، ریستارت هر کی پخش نکرد برو رو هوا، نگفت برو رو هوا. حالا پس نتیجه گیری یا اینطوری میشه یا اگر جنگ شد چیکار کنیم؟ پس باید از الان جلوی تجزیه رو فکر کنیم. پس باید شکل آینده حکومت معلوم باشه و بدونیم و مردم بدونن چه اتفاقی خواهد افتاد. اون کرده که بمب زد بگه آه اشکال نداره، وایسید، اینا بمب زدن که ما رو با لورا درگیر کنن، ما عاشق لوراییم، هر دو بگن ما اهواز رو دوست داریم، عرب‌های ایرانی، ایرانی عرب، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه هم دیگر دوست داریم. مازندرانی میگه ما مخلص همه هستیم، ما لشکر ایرانیم. تا تکلیف معلوم میشه. پس شکل حکومت تکرار، ببین چند دفعه تکرار، شکل حکومت قبل از رسیدن به قدرته.
الان باید بگیم شکل حکومت آینده ایران چیه، هر کی پروپوزال داره قانون اساسی رو الان باید بنویسیم اونجا به رأی بذاریم، نه یه زب میریم اونجا حالا به رأی بذاریم، به رأی نداریم اونجا، همه دارن هم دیگه رو جر میدن، هیچی هر چی هیچ کسی گوش نمی کنه. به روی سات چنگ زنید و لا تفرقو. مرسی که برنامه رو گوش کردید. ببخشید من یه خورده روک حرف میزنم، به خاطر باید این کارو بکنم، به خاطر اینکه دیگه جای شوخی و اینها نداریم. به امید روزی که زیر چتر ریستارتی که چند میلیونیه و همه ادیان هم توشن، همه تفکرات توشن، خیلی هم از گروه های سیاسی دیگه دوست دارن ریستارت، خودشون ریستارتی میدونن و توشن، انشالله بشه که یه خرد جمعی بشه، گروه های سیاسی هم بیان همه شروع کنن چیکار کنیم و این چیکار کنیم به مردم ارائه بدن که مردم آماده باشن که دو سه تا حکومت مشخصه، دو سه تا حزب مشخصه و تکلیف رو معلوم کنن. به درود، خداحافظ.